درود بر شما. این برنامه برش هاییست از ژن خوب و مرغوب. اولین آقازاده سید حسن خمینی است که خون بنیانگذار جمهوری اسلامی تو رگاشه، نوه امام راحل و یکی از بیکارترین و ثروتمندترین آخوندای ایران. چی کار است این آقا با این ثروت بی حساب؟ سید حسن خمینی 6 سالشه که انقلاب میشه و خانواده‌اش از نجف میان ایران، دیپلم ریاضی میگیره، بعد میره حوزه قم. آیت الله خمینی موقعی که زنده بود سید احمد و پدر سید حسن رو مأمور کرد که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رو به وجود بیاره که مثلا کسی دست نبره تو آثار اینا. بعد از سید احمد فرزند پسر ارشدش یعنی سید حسن شد مسئول مؤسسه. حالا یه سرپرست هم داره، ممدلی انصاری، ولی تولیت مؤسسه مال سید حسن آقاست، یعنی مال ایشونه. هیچ ربطی هم به دولت و هیچ دستگاه حکومتی نداره، به هیچ کی حساب پس نمیده. چی کار میکنه این مؤسسه؟ جمع‌آوری، طبقه بندی، حفظ، ترمیم و احیای مستمر اسناد و آثار، تحقیق، ببینین اینا چقدر بودجه میخواد. تحقیق، پژوهش، ترجمه، تنظیم و نشر اسناد و آثار، دوباره ایجاد کتابخانه های عمومی و تخصصی جهت استفاده عموم محققان جهان اسلام و دانشجویان و طلاب مؤسسه و سایر مراکز، تشکیل موزه فرهنگی و هنری جهت استفاده محققان و مشتاقان جهان اسلام، تهیه و نشر مجلات و نشریات به زبان های مختلف در جهت ارائه افکار و آثار امام خمینی، برگزاری نمایشگاه، سمینار و کنفرانس های علمی فرهنگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مجامع فرهنگی و هنری داخل و خارج جهت ارائه و گسترش اهداف و آثار امام خمینی. بعد برای این کار چقدر بودجه میگیره از دولت؟ از دولت، یعنی از سفره مردم. در لایحه بودجه سال 96 این بودجه را 76 میلیارد و 900 میلیون تومان گزارش کردند، یعنی سالی 77 میلیارد تومان برای جمع‌آوری و طبقه بندی اسناد آثار امام خمینی و تحقیق و ترجمه این آثار، برای پژوهشگری امام خمینی، برای حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی دینی، برای یه مشرف بی‌معنی. خب معلومه چقدر از این 77 میلیارد تومان واقعا خرج میشه و چقدرش میره تو لپ سید حسن آقا. اشرافیت آخوندی اتفاقا از بیت امام خمینی شروع میشه. سید حسن خمینی متولی مقبره پدر بزرگش هم هست، مجللترین، پرهزینه ترین مقبره جهان و همه هزینه ها و درآمدش دست سید حسن، از پولا و طلاهایی که تو ذریح امام ریخته میشه تا اجاره های کلونی که از بیش از 120 مغازه اطراف مقبره میگیره، تا سهمی که از فروشگاه شهروند شهرداری برمیداره. بعد هیچ تعجب نباید کرد چرا اصلا وانمیسه لااقل از شخصیت و حرمت خودش دفاع کنه وقتی تو انتخابات مجلس خبرگان رقبا رد صلاحیتش میکنه. دم بر نمیاره. این همه ثروت امام آورده رو مگه ول میکنه؟ امام مستضعفان، اون مقبرشه، اینم نبشه. همه اعضای خانواده امام خمینی به دلیل همین ژن مرغوبشون امتیاز ویژه دارن. به قول نعیمه اشراقی، نوه دختری خمینی، که یکی دو سال پیش هایتونه تو فیسبوکش نوشته بود، اون موقعی که سر عکس بدون چادر دخترش تو کانادا سر و صدا شد، جمله جالبی نوشت. روک نوشت، میگن چرا از این امکاناتی که مردم عادی ندارن تو استفاده میکنی؟ میخوام بدونم شما بودین استفاده نمیکردین، برای چی نباید دخترمو بفرستم کانادا؟ چی بگید؟ اینجوری که میشه جمهوری اسلامی خانواده شهید پرور تو آمریکا کشف میکنه. آقای حداد عادل که یکی از دختراش زن آقا مجتبی خامنه‌ایه، یکی دیگرشون هم زن آمریکاییه، یعنی طرف سیتیزن آمریکاست، شهروند آمریکاست، پیش از هر چیز به این دلیل که در آمریکا به دنیا اومده. ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمده. خانواده شهید پرور در آمریکا. واقعا هیچی من نمیگم. چرا شهید پرور در آمریکا؟ چون دایی داماد ایشون
ایشون که متولد شده تو آمریکا، داییشون تو جنگ ایران عراق کشته شده. حالا مهم نیست، اگه خانواده ایشون 30 ساله که آمریکان و خود این آدم هم تو آمریکا متولد شده و اینجا بزرگ شده، بازم باید بگیم خانواده شهید پرور. همه عمرشون اینا که داییشون تو جنگ کشته شدن تو آمریکا بودن، اصلا گفتم اونجا به دنیا اومدن، باز باید بگیم خانواده شهید پرور آمریکایی. این ژن حالا هر جا پرورش پیدا کنه، تو دامن آمریکای جهانخوار یا زیر عبای جمهوری اسلامی مقدس. آقای عداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب هم هستن البته. این گلپسرشون فریدالدین حداد عادل رئیس شورای سیاستگذاری نشریه همشهری جوانن و ذوب در محافل امنیتی. خب ارتباطم با مشتبه خامنه‌ای زیاد دارن. بعد ایشونی که شوهر خواهرشون زاده آمریکا هستن، آمریکایی هستن، به شدت ضد پیروان آیین بهایی هستن. در این حد هم آزادی عقیده رو بر نمیتابن. پسر حداد عادل رئیس مدرسه فرهنگ، مدرسه فرهنگ مال بابا شمعش، این رئیس مدرسه فرهنگ آمد از کاربران توییتر خواست که اگر دانش آموز نخبه علوم انسانی که شرایط مناسب تحصیلی ندارند رو میشناسن معرفی کنن تا ایشون در مدرسه فرهنگ ثبت نامشون بکنن. یک کاربر نوشت، ازشون پرسید که این موضوع آیا شامل مناطق محروم و بهائیان هم می شود؟ فریدالدین حداد عادل نوشت، من عینش رو براتون میخونم، اینقدر هنوز حقیر نشدیم که به خدام ملکه سرویس بدیم، چطور به خودتون جرأت پرسیدن چون این سوالی دادیم؟ بهایی هرگز. ببینین اینا نسلای بعدی هن، یعنی فکر آینده رو بکنین ها، یعنی اینا که هستن رو باید سجده کنین جلوش. بعد ببینین اینا چه بلایی سر مملکت میارن. یکی از دوستان عکس طه هاشمی فرزند معصومه ابتکار رو که از گروگانگیرهای سفارت آمریکا در سال 58 بود، معصومه ابتکار سخنگوشون بود دیگه، این عکس رو فرستاده و نوشته کسی که مثلا ژن خوب داشته باشه میره تو دانشگاه همون کشوری درس میخونه که مامانش از دیوار سفارتش رفته بالا و یک عمر مرگ بر اون کشور گفته و در نتیجه کار مامانش و همقطارای مامان جونش یک ملت سالها اسیر جنگ و فقر شدن. بر اساس آمارها از میان 3300 دانشجوی بازگشته به کشور در 3 سال اخیر هیچ کدام از فرزندان مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورند و آنهایی که بازگشتند در حقیقت دانشجویان ایرانی عادی هستند که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز ناچار به برگشتن به کشور شدند. برآورد می‌شود که دست کم 5000 تن از فرزندان و وابستگان به مقام‌ها و مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. از این آیت الله زاده‌ها بزنین یه نمونه توپ دیگه هم هست. حامد مجتهدی تهرانی، نوه آیت الله مجتهدی تهرانی، ایشون زمان شهرداری قالیباف 25 سالش بود که شد شهردار منطقه 6 تهران. چی کاره بود؟ تحصیلات و تجربه مدیریتی، خواننده رپ. بعد خود آیت الله مجتهدی رو که بارها تو پرده آخر زیارتشون کردیم، ایشون از دوستان خانوادگی رهبر معظم بودن که البته به رحمت خدا رفتن. یکی دیگه از این دهه 60 ها، اینایی که زیر 30 سالن، فاطمه صالحی، اینا عمدن میگم برای اینکه بدونین که این ژن لامصب تو عمرای ارتش مکتبی هم حلول کرده. فاطمه خانم صالحی به عنوان نماینده ICC در اتاق بازرگانی از سوی بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش، معاون توسعه و مدیریت بیمه حکمت سبا و مشاور عالی مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان مشغول به کار است. این دیگه باید ژنش خیلی خوب باشه که این همه پست مهم نون آبدار داره.
ژنش مال سرلشکر صالحی فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی است. دختر ایشون که یکی از پستاش معاونت توسعه و مدیریت بیمه حکمت سباست 28 سالشه. تحصیلات نمیدونم، تو رزومش ننوشت. منتها خب حتما بهتر از ایشون تو هیچ جا نمیشده که پیدا کرد که ایشون همه این مسئولیت های مهم رو یه جا گرفته. ولی بیش از همه این ژن‌های تابلو واقعا مال نماینده های مجلس شاید که چند سباهی میرن در خانه ملت تا بارشون رو ببندن. و بچه هاشون واقعا عذر میخوام میگم بچه پرروخه. یه نمونه رو ببینین، گل پسر حجت الاسلام حسین سبحانی نیا خودش میگه معلم بوده، دیپلم میگیره میره معلم میشه، 19 سالشه. 3 سال بعدش یعنی 22 سالشه که باباش که نماینده مجلسه میبرتشون تو و از همونجا میشه این چیزا که الان میگه. سبحانی نیا هستم، متولد 1360، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، کارشناس ارشد وزارت کشور، مشاور وزیر کشور و رئیس گروه مشاورین وزیر، مشاور معاون سیاسی و مشاور حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال 79 وارد عرصه معلمی شدم. سال 82 حدود حضور در قسمت هایی از مجلس شورای اسلامی پیدا کردم و نهایتا سال 84 وارد حوزه وزارت کشور شد. باباش کیه این گل پسر؟ حجت الاسلام حسین سبحانی نیا از میوه چینای اول انقلاب تا حالا. عضو حزب جمهوری اسلامی بود اول انقلاب، رئیس اداره گزینش وزارت خارجه بود. همین آدم کلی از کارشناسای وزارت خارجه رو بیکار کرد و به جاش آدمایی مثل خودش آورد تو. بعدم نماینده 6 دوره مجلس به نمایندگی از اصولگرایان نظام مقدس. ببینین از 7 میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی 2.5 میلیون نفر طبق آمار خودشون بیکار مطلقن، 4.5 میلیون نفر دیگه فقط 10% تو رشتهشون کار میکنن، بقیه یا راننده ی آژانسن یا به هر حال کارهایی که هیچ ربطی به مدرک و موقعیت تحصیلی و شأن اجتماعی و شخصیشون نداره.